درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین سوء قصد دوم به ترامپ در ایالت فلوریدا اتفاق افتاد این در حالیه که فرماندار فلوریدا یک جمهوری خواه و طرفدار ترامپ در همین ارتباط تیراندازی در زمین گلف ترامپ در واقع یک تلاش ناموفق برای حسب فیزیکی رئیس جمهور سابق و احتمالا آینده آمریکا بوده سرویس مخفی آمریکا فردی که به سمت ترامپ شلیک کرده بود و عکس لحظه فرار او در خیابانهای اطراف زمین گلف را منتشر کرده در کنفرانس خبری سرویس مخفی اف بی آی و پلیس محلی فلوریدا یک شاهد محلی فرد مشکوک در حال فرار را شناسایی کرده و از خودشون ماشینش عکس گرفته این مزنون در حال فرار از لای بوته های اطراف زمین گلف ترام در حال فرار دیده شده بود یعنی همون جایی که اسلحه پیدا شده اطلاعات شاهد محلی کمک کرد که پلیس محلی این فرد رو بعدتر در حال فرار در اتوبانهای اطراف پیدا کنه شلیگ احتمالاً از فاصله 300 تا 350 متری ترام صورت گرفته و سرویس مخفی وقتی صدا رو شنیده وارد عمل شده و ترام در اولین بیانیش گفته که هرگز تسلیم نخواهم شد. اولین پست ترام بعد از دومین سوی قصد جانیش بسیار جالبه. او نوشته میخوام از همه به خاطر نگرانی و آرزوهای خوبشون تشکر کنم. قطعا روز قابل توجهی بود. مهمتر از همه میخوام از سرویس مخفی آمریکا و دفتر شجاع و میهم پرستان متعهد و از همه مجریان قانون که من چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا و نامزد جمهوری خواهان رو ایمن نگه داشتن تشکر کنم کار انجام شده بسیار فوق العاده بود و من بسیار مفتخرم که یک آمریکایی هستم این در حالیه که سوی قصد جدید علیه ترامپ به شکل عجیبی به اوکراین مرتبطه مزنون که از طرف آمریکا CIA در اوکراین خدمت کرده سابقه مشکوک داره پیشتر هم برادران اوکراینی وینمن تلاش کرده بودند ترامپ را از طریق استیزا برکنار کنند مزنون در یکی از آگهی های شرکت بلک راک که سرمایه گذاری های کلانی در اوکراین داشته نیز دیده شده بود رایان روز در یک ویدیویی از طرف شرکت بلک راک برای نئونازیهای های اوکراین در یک آگهی شرکت کرده بود این خرابکار اوایل تابستان هم در یک ویدئوی دیگه از شرکت بلک راک ظاهر شده بود و اینطور که در اخبار آمده شخصی که میخواست ترامپ رو به خاطر اوکراین استیزاه کنه یعنی ویندمن و همسرش به شدت از حمله جدید به ترامپ خوشنود هستند به نظر میاد که شاید گروهی از طرف دولت پنهانی برای حمایت از نبرد اوکراین همچین برنامه ریزی رو انجام داده بودند بالاخره ارتباط ما بین اولین سوی قصد جانی و جدیدترین سوی قصد در آینده مشخص خواهد شد اما نکته قابل توجه اینه که اوکراین یک سمه و محل پولشویی بینالمللی برای سیاست سیاستمداران دنیا و مشکل هم زلنسکی نیست مشکل خود دستگاه دیپ که قبول نمیکنه حتی یک نفر در مسئله اوکراین مداخله کنه زلنسکی با روی کار آمدن ترامپ دیگه نمیتونه در قدرت بمونه و این نکته رو هم به یاد بیارید که زلنسکی کسی بود که به دستور دموکراتها از دادن مدارک فساد خانواده بایدن جلوگیری کرد و بلک راک هم یکی از چهار بنیاد دخیل در فساد حزب دموکرات و وضعیت افتضاح دنیا و آمریکا دموکرات هایی که از ترامپ مثل کرم سر قلاب ماهیگیری دارن استفاده می کنن و خطر رو نشون همه دنیا دادن یعنی جمهوری اسلامی دوبار خطر کاملا حس شده و زمان نابودی خطره و جمهوری خواه وقتی دموکرات ها خطر رو از بین ببرن به یکی از دو نتیجه دلخواه می رسن. مثل بوش در سال 2003 که خطر بیرونی برای آمریکا از بین رفت و در همین ارتباط چند تا تیکه پازر را بیایید کنار هم بذاریم. اول حسب ناموفق ترام دفعه قبل و اصرار برکناری جو بایدن به دلیل احساس ضعف دموکراتها دوم خرابکاری جمهوری اسلامی در کمپین ترامپ که تایید میشه سوم ترامپ در مناظره پوست هریس رو کن چهارم حذف ناموفق مجدد ترامپ و اوج گرفتن کمپین او که مساوی با زمان حمایت باور نکردنی دموکراتها از اسرائیل که در ظاهر همه چیز به نفع ترامپه اما برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که قرار شرایط فرق کنه. مثلا همین تیرانداز رو به FBI تحویل دادن که حالا باید منتظر خبر خودکشی شدنش باشیم. سوال اینجاست که این شخص از کجا میدونه ترامپ در اون ساعت در کلوپ گلف خودش خواهد بود و این در حالیه که منطقه ما و بلکه دنیا نه فقط آمریکا با سه تا ریسک بسیار وحشتناک مواجهه که از قضا یکیش همین طراحی مجدد حصف فیزیکی ترام بود آن هم توسط دولت مردابی و متعفن اونجا و دومیش معامله پوتین و علی خامنه ای که اولی تکنولوژی کلاهک هستهی بده و دومی موشک بالستیک سومی هم آمدن شطور به که با افزایش بسیار بالای محبوبیت ترامپ بعد از مناظره پلن بعدی فعال شد و به نظر این حذف فیزیکی یک اقدام فرعی و نمایشی برای اقدام اصلی باشه شاید هدف انجام یک ترور دقیق و بدون خطای آن در مقطع مورد نظر دیپ استیت باشه و در همین ارتباط ای کاش سامانه پادشاهی برای رضاشاه دوم در سخنرانی روز جمعه که ترام هم حضور داره درخواست تیم محافظت اضافی کنند این شرایط بسیار نگران کننده است این سوی قصد اخیر شبیه اون فیلمی بود که سپاه در مورد حسب فیزیکی ترام ساخته بود البته توی اون فیلم قرار بود که با پهباد بکشنش و جان کلام ونزوئلا برگی برای همراهی روسیه است و سپس چین در پروژه ایران ماست دستگیری شش خارجی به اتهام جاسوسی برای CIA و طرح حسو فیزیکی مادورو پس از آن رخ میده که روسیه اعلام کرده داستان فراتر از موشکه و به طور پنهانی با رژیم در حال همکاری برای ساخت سلاح هسته‌ای نتانیاهو میگه اسرائیل در خط مقدم جنگ علیه تروریسم از آمریکا محافظت میکنه یعنی هر کارت یک بار تکرار حسب فیزیکی ترامپ حالا به سناریوی خطر رژیم جمهوری اسلامی برای شهروندان آمریکا تغییر وضعیت میده تا برسیم به بریتانیا خوشبختانه دیگه چیزی نمونده هنگامی که عدالت برقرار بشه برای سالهان شادی میاره اما برای گناهکاران وحشت میاره موشکی که از یمن به منطقه تلاوی پرتاب شد بیش از 2000 کیلومتر پرواز کرده و حداقل از یک ناوچه فرانسوی و دو تا ناوشکن آمریکایی که بر فراز دریای سرخ فعالیت میکردند گذشته که در همین ارتباط شبکه دوازده اسرائیل پرسش رو مطرح کرده که بسیار جالبه که آیا آمریکا و فرانسه آمدانه موشک رو سرنگون نکردن؟ نظر شما در مورد این موشک چیه؟ و در انتها همانطور که میدونید تنها حامی کانال خبرچین شما مخاطبین گرامی هستید. لطفا ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و تشکر ویژه از جناب علی رزا که با سوپر تانکس از کانال خودشون حمایت مالی کردن. مرسی که هستید. پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.